من هم شالی هبدو هستم، هم احمد کسروی هستم، هم فروخی یزدی هستم و هم هادی خورسندی هستم. یعنی همه اونهایی که ببیشه ایرانیانی که به خاطر ابراز عقیده و قلمشون ترور شدن و طنزنویسا و کارتونیستایی که در پاریس به خاطر طنز نوشتن و کاریکاتور کشیدن کشته شدن. و به این مناسبت واقعا تسلیت میگم به جهان آزادی بیان و به جهان دموکراسی. آقای خورسندی، همونطور که اشاره کردین چند دهه قبل گروه فدایان اسلام اقدام به ترور احمد کسروی کردند و در واقع اندیشه های او را با ضربات چاقو پاسخ دادند. شما این گونه اقدامات رو از چه منظری مقایسه میکنین با هم دیگه؟ من اصولا این اقدام اخیر رو که از منظر حماقت، برای اینکه شالی هبدو مجله معروفی نبود، کما اینکه کتاب سلمان رشدی اونقدر شهرت نداشت، اون رو آقای خمینی که خودشون هم کتاب رو نخونده بودن انقدر معروف کردن کتاب سلمان رشدی رو و خودش رو. آقای خورسندی، شما هم چند سال پیش به خاطر مطالبتون در نشریه اصغر آقا بهتون هشدار داده شده بود از سوی پلیس اسکاتلند یارد که مامورانی برای ترور شما اومدن. بله، هیچ که یادش نباشه آقای قویمی، شما که باید یادتون باشه نفر دوم بودید به عنوان همکار بنده که یادتون هست ما رو پلیس برده بود و در یک حومه از لندن مخفی کرده بود. و حالا اتفاقا دو هفته پیش که آقای بنی صدر در صدای آمریکا در برنامه آقای فلاحتی به این قضیه اشاره کردن و بعد هم در یوتیوب هست تو فیلم ترور برلین که آقای مصباحی در دادگاه گفت که بله آقای خمینی اینطور که گفته شده و توی اسناد مدارک است حکم ترور بنده رو امضا کرده بودن و خب خیلی غم انگیز بود اون موقع. الان کاش بیاد، در این 70 سالگی من دیگه از جان گذشتم به کلی و بندم که این وسط جون سالم به در بودم، شاید چندان کشتنی نبودم. اما اگر قرار می بود که این ترورها و این وحشتها کارساز باشه، دیگه نباید طنزنویسی توی دنیا باشه، نه کارتونیستی، نه روزنامه نگاری و نه خبرنگاری. اما اینها کارساز نیست، ما همه چارلی هستیم و حقیقت پیروز است و آزادی بیان پیروز است. آقای خورسندی، در جایی میخوندم که جامعه‌ای که در رو به روی خندیدن و شوخی کردن با باورهای خودش ببنده و طنز نویسانش رو در بند کنه، خودش رو از بزرگترین محرک تغییر و پالایش محروم میکنه. نظر شما درباره این؟ بله، جامعه در واقع حکومت‌هایی که چنین میکنند و این حکومت‌ها در واقع از خودشون میترسن، این حکومت‌ها از آینه میترسند، از دیدن تصویر خودشون در یک کارتون یا در یک شعر، در یک طنز میترسند و سرانجام هم پیروزی با اون جناحی است که آزادی رو میخواد. اگر چند سباهی حالا میتونن عده‌ای تکه بزنن بر اریکه قدرت و مذهب و حکومت، اما سرانجام تاریخ نشون داده که طنز نویس، کارتونیست لشکر نداره، توپ و تانک نداره و به زور مردم رو مجبور نمیکنه که شعرش رو بخونند یا کاریکاتورش رو ببینند. اما اینها میخوان به زور با تفنگ، با اسلحه، با سرنیزه ملتی رو، طنزگویانی رو، شاعرانی رو، سینماگرانی رو، کارتونیستای رو خفه کنند. نمیتونن که اینها خاموش کنند شعله های اعتراض در دلهای مردم و در زبان آنهایی که زبان مردم هستن. اما آقای خورسندی، با توجه به حساسیت های مذهبی عده‌ای، مرزهای نقد و آزادی بیان کجاست؟ ببینید، این مسلمانی که واقعا به حضرت محمدش اعتقاد داره، قبل از هر چیز باید بفهمه که محمد او، پیامبر او، این شکلی نیستش که روی این جلد این مجله است. بنابراین اولین حرفش و آخرین حرفش خب محمد که اینجوری نیست و اینی که شما کشیدی محمد ما نیست و با هم یه جمله راشو بکشه بره. اما این که میاد میگه نه خیر، شما محمد رو این شکلی کشیدید و این شبیه پیامبر منه، این ندانم کاری اوست که ضعف نشون میده در مقابل طنز. و من فکر نمی کنم که آزادی طنز نویس و کارتونیست باید محدود باشه، آزادی بیان حد و حصر نداره.